خب سلام، خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس. من محمدم و حتما جلسات الکتریسیته ساکن رو با من در حقیقت دنبال کردین. من هم خیلی چیز یاد گرفتم تو اون جلسات. از امروز میخوایم با هم شروع کنیم صحبت کردن راجع به مبحث الکتریسیته جاری رو. خب الکتریسیته جاری که حتما برای شما خیلی جذابتر هم خواهد بود از الکتریسیته ساکن، همونجوری که از اسمش پیداست در مورد جریان الکتریکی صحبت میکنه. جریان الکتریکی همون چیزیه که در همه قطعاتی که شما در زندگیتون قطعات الکترونیکی استفاده میکنید وجود داره و ساده ترینش خب وقتیه که شما یک لامپ رو روشن میکنید، وقتی جریان از لامپ عبور بکنه لامپ روشن میشه. خب پس بریم با هم شروع کنیم و ببینیم که جریان الکتریکی چیه. قبلش من میخوام برای اینکه شما ببینید که خب ما اگه الکتریسیته جاری برامون انقدر جذابتره اصلا چرا الکتریسیته ساکن خوندیم، بهتون بگم که هدفمون از اون کار فقط این نبود که نمره های خوبی بیاریم. هدفمون این بود که یک پایه‌ای درست بکنیم که با اون بتونیم بهتر تحلیل کنیم طبیعت رو. و بنابراین یک مرور سریع میکنم یک نکته‌ای که ما از الکتریسیته جاری یاد گرفتیم و اینجا به دردمون میخوره. فرض کنید شما که ما یک میدان الکتریکی داریم در این جهت، یک میدان الکتریکی یک نواخت به سمت راست صفحه که یک اندازه‌ای هم داره. ما در جلسات قبل دیدیم که اگر من یک بار مثبت رو در این میدان الکتریکی قرار بدم، نیروی در راستای میدان بهش وارد میشه و به خودی خود در حقیقت در راستای میدان حرکت میکنه و سرعت میگیره. یعنی اینجا یک F مثبتی مثلا بهش وارد میشه که اندازه F هم بود اگر این بار بود Q بود E Q. اینها رو ما در جلسات فکر میکنم ویدئوهای دوم الکتریسیته ساکن با هم دیدیم. و همونطوری که حتما یادتون هست ما با هم تعریف کردیم که در حقیقت این انرژی پتانسیلی که در این نقطه داره این بار مثبت داره تبدیل میشه به انرژی جنبشی همونجوری که در راستای میدان حرکت میکنه. بنابراین پتانسیلی که این بار در این نقطه داره یک بار مثبت بیشتر هست از پتانسیلی که در جلوتر وقتی که به سمت راست حرکت میکنه در میدان داره و بنابراین در خلاف جهت میدان عملا پتانسیل الکتریکی دیدیم که زیاد میشه. چیز دیگه ای که با هم دیدیم این بود که اگر من یک بار منفی رو مثلا یک الکترون رو قرار بدم در این میدان، در خلاف جهت میدان بهش یک نیروی وارد میشه مثلا FE و در حقیقت این الکترون در خلاف جهت میدان شتاب میگیره و حرکت میکنه به خودی خود و بنابراین الکترون ها یا بارهای منفی به سمت پتانسیل بیشتر به خودی خود حرکت میکنن. اینو هم میتونید همین شکل مفهومی یاد بگیرید، همین که خیلی راحت میتونید ببینید دیگه، چون بار منفی اصولا جذب میشه به سمت بار مثبت، اینجوری شما میتونید برای خودتون اینو حفظ بکنید. اما من توصیه میکنم که خیلی مفهومی یاد بگیرید که چه اتفاقی میفته و بار منفی به خودی خود به سمت پتانسیل بیشتر حرکت میکنه. خب پس اینو یادتون هست. حالا بیایید بریم و با هم دیگه یک کاربرد از این چیزی که الان گفتم رو ببینید. فرض کنید که ما یک فلز داریم، مثلا یک فلز استوانه ای، مثلا مس، مثلا فرض کنید این مس باشه. خب همون جوری که شما از درس شیمی یا از درس حتی فیزیکتون میدونید فلزات داره الکترون های آزاد هستن، یعنی ما اینجا کلی الکترون به این شکل داریم دیگه، من بقیهشون رو با فقط نقطه نشون میدم که این الکترون ها آزاد هستن و میتونن در فلز حرکت بکنن. در شرایط عادی این الکترون ها دارن کاملا به صورت تصادفی حرکت میکنن، یعنی مثلا یکیشون داره میره این ور، یکیشون داره میره این ور، یکی دیگه این ور، این مثلا این ور، و بنابراین مجموع الکترونی که مثلا از یک مقطع خاص، من اگر از این مقطع خاص در نظر بگیرم چقدر الکترون داره میره سمت چپ چقدر سمت راست، برایندش صفر میشه. خب اما اگر من بیام و مثل این بالا این فلز این مسم رو قرار بدم در یک میدان الکتریکی که میدان الکتریکی هم جهتش اینوری هست، فرض کنید این میدان الان داخل این فلز هم وجود داره، در این صورت به الکترون هایی که داخل این فلز هستن نیروی به سمت چپ وارد میشه، درسته؟ طبق همین چیزی که الان من این بالا بهتون گفتم. بنابراین این الکترون ها
این بار به جای اینکه برایندشون صفر بشه، برایندشون به سمت چپ میشه، یعنی الکترون ها به صورت متوسط دارن به سمت چپ و در خلاف جهت میدان، در حقیقت به سمت پتانسیل بیشتر حرکت میکنن. همین اتفاق دقیقا میفته اگر من بیام و دو سر این فلزم رو، یک سرش رو وصل بکنم به پتانسیل بیشتر، یک سرش رو وصل بکنم به پتانسیل کمتر. الکترون ها میرن و به سمت چپ، در حقیقت به سمت پتانسیل بیشتر حرکت میکنن. وقتی که یک چنین اتفاقی میفته، یعنی جابجایی الکترون ها پدید میاد، من میگم که یک جریان الکتریکی وجود داره. خب یعنی من دقیقا به همین فرایند که الکترون ها به یک سمت بیشتر حرکت بکنن میگم جریان الکتریکی. خب پس جریان الکتریکی خیلی چیز راحتیه دیگه. من اگه یک فلز داشته باشم، الکترون هایی که دارن توش حرکت میکنن، جریان الکتریکی در حقیقت همون حرکت الکترون هاست و در شرایطی که این فلز در هیچ میدان الکتریکی نباشه، این جریان صفره، یعنی برایندش صفره. اما وقتی که اون رو در یک میدان یا در یک اختلاف پتانسیل، این دوتا معادل هستن، قرار میدم، جریان الکتریکی یک جهت هم پیدا میکنه. در حقیقت جهت حرکت الکترون ها به یک سمت بیشتر میشه، من اینجوری بگم دقیق تر هست، و ما این جریان الکتریکی رو با آی نشون میدیم. یعنی آی علامت جریان الکتریکی هست، علامت استانداردش. و ما خب مثل همه کمیت های فیزیکی دوست داریم بتونیم این آی رو اندازه بگیریم. که یادتون هست جلسه اول گفتیم ما میخوایم بار الکتریکی رو اندازه بگیریم. خب ما دوست داریم این جریان رو هم بتونیم اندازه بگیریم. یعنی من اگه مثلا بیام به جای مثلا یک میدان الکتریکی ای، یک میدان الکتریکی 10 ضرب در ای اینجا قرار بدم، در این صورت این الکترون ها بهشون خیلی نیروی بیشتری وارد میشه و در نتیجه الکترون های بیشتری به سمت چپ حرکت میکنن و سریعتر همین الکترون ها حرکت میکنن. از فیزیک مکانیک یادتون هست که F مساوی بود با M A، و بنابراین وقتی که نیروی وارد بر الکترون ها زیاد میشه، شتابشون هم بیشتر میشه و الکترون های بیشتری، یعنی با شتاب بیشتر و در حقیقت با سرعت بیشتری به سمت چپ حرکت میکنن. بنابراین ما دوست داریم بتونیم که این جریان رو اندازه بگیریم و ببینیم که الان چه جریان الکترون های اینجا وجود داره. و اندازه جریان به صورت قراردادی، نه به صورت قراردادی که نه، در حقیقت تعریف جریان الکتریکی هست میزان باری که دلتا کیو، ببینید فرض کنید، بیاید من از اینجا شروع کنم، من یک سطح میگیرم اینجا، این سطحی است که این فلز از اینجا تا اینجاش وجود داره، من میگم کل باری که از این سطح عبور میکنه دلتا کیو در یک بازه زمانی مشخص، مثلا من ببینم در 2 ثانیه چقدر بار از این سطح داره عبور میکنه، اسم اینو میذارم جریان الکتریکی، یعنی میزان باری که عبور میکنه تقسیم بر زمان، یعنی در یک بازه زمانی مشخص چقدر بار عبور میکنه. و طبعا همونجوری که میتونید ببینید، واحد جریان میشه کولن، واحد بار تقسیم بر ثانیه، واحد زمان که این رو اسمش رو ما گذاشتیم آمپر، یعنی A آمپر همون کولن بر ثانیه هست. که من اینجا باید روش تاکید بکنم اینه که این اندازه جریان هست، یعنی من باید یک علامت اندازه هم در حقیقت اینجا بذارم. اما جریان یک برداره، یعنی جهت هم داره، و خب همونجوری که شما از این شکل لابد میخواید حدس بزنید اینه که خب جهت جریان در اینجا به سمت چپ هست. من در عین اینکه احترام میذارم به این حدس شما و کاملا هم به نظر من هم درسته، اما ما یک جهت شارش الکترون ها داریم، یعنی این جهتی که الکترون ها دارن جریان پیدا میکنن، و یک جهت قراردادی جریان داریم. این اشتباه شد، جریان، این جهت قراردادی جریان اتفاقا دقیقا برابر منفی جهت شارش الکترون ها است. یعنی وقتی که الکترون ها به این سمت دارن جریان شارش پیدا میکنن، ما میگیم که جریان الکتریکی در این فلز به این سمته. خب
چرا اینو میگیم؟ احتمالاً هدف اون اولین نفر نمیدونم آقای آمپر بوده یا کس دیگه‌ای، احتمالاً هدف اصلیش این بوده که حسابی شما رو گیج بکنه. من بعید میبینم هدف دیگه‌ای داشته باشه. اما یه جوری میشه این رو بهتر تفسیر بکنیم برای خودمون، و اون اینه که وقتی الکترون‌ها دارن به سمت چپ حرکت میکنن، در حقیقت مثلا وقتی یک الکترون از اینجا میره سمت چپ، اینجا یک بار مثبتی در حقیقت پدید میاد، چون الکترون کم شده و کم شدن الکترون یعنی زیاد شدن بارهای مثبت. بنابراین وقتی که الکترون ها دارن به سمت چپ حرکت میکنن، این درست مثل اینه که بارهای مثبت دارن به سمت راست حرکت میکنن، و ما میتونیم بگیم که جهت جریان جهت حرکت بارهای مثبته. دقت بکنید، وقتی میگم جهت حرکت بارهای مثبت به این معنی نیست که پروتون داره حرکت میکنه، هسته انقدر سنگینه که نمیتونه مثل الکترون آزادانه حرکت بکنه. منظور اینه که الکترون داره یک جا کم میشه، و بنابراین جهت قراردادی جریان جهت حرکت بارهای مثبت یا جهت کم شدن حرکت کم شدن الکترون هاست. خب پس یادتون باشه که جهت قراردادی جریان برخلاف جهت شارش الکترون ها، یعنی از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر جهت قرار دادیش، یعنی شما هر جا یک پتانسیل بیشتر و یک پتانسیل کمتر دیدین، بدونید که اگر اونجا من یک فلز داشته باشم یا یک قطعه از مدارم باشه، جهت قراردادی جریان به این سمت هست. و این نکته‌ای که باید یادتون باشه، یعنی یه نفری دوست داشته شما رو گیج بکنه، شما هم دیگه تا آخر عمر هر جا مدار بخونید این رو باید یادتون باشه. ممکنه از من یک سوال بپرسید که خیلی هم سوال درست و خوبیه، و اون این که خب ما این میدان الکتریکی رو در زندگی روزمرهمون چجوری پدید بیاریم؟ ما که این حالا فلز مسی پیدا میشه، مسی هم نشد، یه جنس دیگه یا مثلا یه لامپ من میتونم پیدا بکنم، اما این میدان الکتریکی و این اختلاف پتانسیل چجوری پدید میاد؟ و جوابش خیلی راحته. شما میتونید برید هر سوپرمارکتی، هر مغازه‌ای و یک باتری قلمی یا باتری کتابی یا هر باتری بخرید که اینجا منفیه اینجا مثبت، و این باتری دقیقاً این نقش رو برای شما، یعنی این اختلاف پتانسیل رو برای شما ایجاد میکنه. و اگر بیاید این باتری رو شما وصل بکنید به یک قطعه، این قطعه میتونه هر چیزی باشه، مثلا لامپ میتونه باشه، نمیدونم یک سیم خیلی کلفت میتونه باشه، اگر شما بیاید این باتری رو وصل بکنید به این قطعه با سیم، در این صورت اینجا پتانسیلش مثبت خواهد بود، اینجا پتانسیلش منفی خواهد بود. در حقیقت اینجا پتانسیلش دقیقاً برابر پتانسیل سر مثبت باتری، و اینجا پتانسیلش دقیقاً برابر پتانسیل سر منفی باتری خواهد بود، و همین اتفاقات دیگه برای ما خواهد افتاد. بذارید که یکم دقیق‌تر با هم دیگه ببینیم که وقتی من یک باتری رو با سیم به چند تا قطعه الکترونیکی وصل بکنم چه اتفاقهایی کلن میفته. خب یادتون هست که ما در مورد باتری در ویدیوهای قبلیمون چی با هم یاد گرفتیم؟ باتری که تو مدار این شکلی نشونش میدیم و این سر منفیش این سر مثبت، مثلا سر مثبتش وی مثبت پتانسیلش، سر منفیش وی منفی، و می مثبت منهای وی منفی میشه اون عددی که ما به باتری نسبت میدیم، وی ولت، مثلا 12 ولتی، 1.5 ولتی، یا باتری ماشین مثلا 12 ولتی هست و غیره. باتری ویژگی که داره اینه که این اختلاف پتانسیل رو، این مثبت و منفی رو و این وی ولت رو به صورت دائم در خودش پدید میاره، و در حقیقت اینجا رو شما میتونید فرض بکنید با یک مسامحه که یک منبع تموم نشدنی الکترونه، و این اختلاف پتانسیل دائم وی ولت در باتری باقی میمونه. خب حالا ما میدونیم که این منبع تموم نشدنی الکترون که این سر باتری هست، خب الکترون ها دوست دارن برن به پتانسیل بیشتر، درسته؟ یعنی دوست دارن برن بچسبن به این سر مثبت باتری، اما در شرایط عادی نمیتونن. یعنی ما باتری ها رو جوری میسازیم که بین سر مثبت و منفیشون هیچ سیمی وجود نداره و الکترون ها هیچ جوری نمیتونن جابجا بشن. خب حالا اگر من بیام و این امکان رو برای باتریم پدید بیارم، در حقیقت برای این الکترون ها پدید بیارم که درون یک سیم حرکت بکنن و برن مثلا اینجا هم حالا سر راهشون یک چیزهایی باشه، مهم نیست چی، و از اینجا برن و بچسبن به سر مثبت، خب این الکترون ها خیلی خوشحال میشن، و خب چون تموم نشدنی هم هست این منبع الکترون،
البته تموم میشه باتری ها، اما ما الان داریم فرض میکنیم که مثلا باتریمون خیلی زیاده یا باتریمون رو میتونیم شارژ بکنیم یا اصلا این به جای باتری برقه، مهم نیست. مهم اینه که برای کار ما فعلا فرض میکنیم باتریمون تا یه مدت خوبی کار میکنه. این الکترون ها خیلی خوشحال حرکت میکنن درون این سیم، هرچی هم وسطشون بذاریم، این موانعی که وسطشون میذاریم رو هم ازش عبور میکنن و میرن و میچسبن به سر مثبت باتری. درسته، البته این مانع میتونه انقدر قوی باشه که اصلا این اتفاق برای مدت طولانی نیفته، اما حالا مهم نیست. مهم اینه که این الکترون ها دوست دارن از درون این سیم برن و بچسبن به سر مثبت باتری. این بذارید من برای اینکه یه خورده بیشتر بفهمیم داره چه اتفاقی میفته یک مثال بزنم. ببینید، فرض کنید که ما مثلا یک شیب اینجا داریم، حالا یک شیب که نه، مثلا یک سطل آب اینجا داریم و این سطل آب مثلا تا اینجا پره و یک شیری هم اینجا حالا هست، مثلا شیر این سطل آب و یک سطل آبی هم این پایین هست و این سطل آبی که این پایین هست حالا یا پره یا خالیه، خیلی فرقی نداره. ببینید، این شیر اگر بسته باشه، این آبی که داخل این سطل نمیتونه خالی بشه، اما این آبها دوست دارن حرکت کنن و برن پایین. چرا؟ چون اینجا یک انرژی پتانسیلی دارن. میدونید که انرژی پتانسیل هست در حالت فیزیکی mg h، و چون این h بیشتر از این h هست، اینها یک انرژی پتانسیل نسبی دارن نسبت به این سطل و دوست دارن برن به این پتانسیل کمتر، یعنی دوست دارن انرژی پتانسیلشون رو تخلیه بکنن. حالا وقتی که این شیر بسته است، خب اینا نمیتونن این کارو بکنن. به محض اینکه من این شیر رو باز میکنم، یعنی یک مسیری برای حرکت این آب پدید میارم، آب حرکت میکنه و میره به این پتانسیل کمتر. همین اتفاق اینجا داره میفته. اگر ما به جای اینکه به حرکت الکترون ها نگاه بکنیم، به حرکت بارهای مثبت که همون جهت قراردادی جریان بود نگاه بکنیم، البته من تکرار میکنم بارهای مثبت حرکت نمیکنن، کمبود الکترونی که داره حرکت میکنه، یعنی الکترون ها که حرکت میکنن، ما به صورت سوری میگیم که بارهای مثبت دارن در خلاف اون جهت حرکت میکنن. دقیقاً همین اتفاق میفته. یعنی اینجا یک تعداد زیادی بار مثبت هست که این بارهای مثبت درست مثل این آب دوست دارن برن به پتانسیل کمتر، اما وقتی که سیم وجود نداشته باشه نمیتونن. به محض اینکه من این شیر رو باز میکنم، یعنی این سیم رو میبندم، بارهای مثبت میرن و داخل پتانسیل منفی قرار میگیرن. باتری چی هست؟ کار باتری در این مثال، یعنی این مثالی که ما الان داریم تحلیل میکنیم که دیدیم کار باتری چی هست، یعنی دائم الکترون تولید میکنه و مشابهش در اینجا مثل اینه که من یک مثلا موتوری اینجا داشته باشم که این دائم آب بریزه داخل این و اجازه نده که هیچ وقت این آب تموم بشه. این باتری من هم همین نقش رو داره، یعنی وقتی که این بارهای مثبت حرکت میکنن، این دائم داره اینجا بار مثبت ایجاد میکنه و اجازه نمیده که این آبی که اینجا وجود داره کم بشه و در نتیجه ارتفاعش بیاد پایین و اختلاف پتانسیلی که بین اینها هست کاهش پیدا بکنه. این دقیقاً کاریه که این باتری داره برای من میکنه، یعنی دائم داره این اختلاف پتانسیل رو ایجاد میکنه و اینجا بار مثبت تولید میکنه و اینجا بار منفی. حالا این مثال خیلی موازی نیست با این مثال، اما برای اینکه ذهنتون کمی تقریب بشه و ذهنتون کمی راحت تر باشه با اینکه در یک مدار داره چه اتفاقی میفته، مثال خوبیه. اینکه در این مدار الکترون ها در این راستا حرکت میکنن، یعنی میرن که بچسبن به این پتانسیل مثبت و بنابراین جهت قراردادی جریان در خلاف جهت حرکت الکترون ها، یعنی در این جهت هست، در حقیقت جهت حرکت بارهای مثبت در این جهت هست. اما ما یک چیز دیگه ای رو هم در مورد مدارها همیشه با هم فرض خواهیم کرد و اون اینه که داخل سیم هایی که ما در مدار میکشیم، پتانسیل الکتریکی همه جا برابر هست. یعنی این سیم ها این ویژگی رو دارن که پتانسیل الکتریکی همه جاشون برابره و الکترون ها میتونن در اونها آزادانه حرکت بکنن. بنابراین پتانسیل این نقطه و پتانسیل این نقطه و این نقطه همه با هم برابر پتانسیل همین وی منفی باتری من هست و همینطور این ور پتانسیل این نقطه، این نقطه، این نقطه و این نقطه همه برابر وی مثبت باتری من هست.
خب این فرضیه که ما در مورد سیم هامون میکنیم. سیم های واقعی در دنیای واقع دقیقا اینجوری نیستن، اما خیلی شبیه اینن. یعنی واقعا توی سیم ها تقریبا پتانسیل الکتریکی برابر است. بنابراین این که من اینجا چی دارم، یه اتفاقی داره توی این پدیده میفته، توی این هر چیزی من اینجا بذارم، حالا میتونم سنگ بذارم، میتونم سیم بذارم، میتونم مقاومت بذارم، مقاومت حالا خواهیم دید یک قطعه الکترونیکی هست، میتونم لامپ بذارم و و و، پتانسیل از این نقطه تا این نقطه داره کم میشه. ما فصل قبل در بخش خازن دیدیم دیگه، وقتی به یک مدار میبندیمش، اینجا مثبت باشه اینجا منفی، این اختلاف پتانسیل در این خازن داره از این ور به این ورش کم میشه و همین باعث میشد که الکترون ها اینجا جمع شن و بارهای مثبت اینجا القا بشن. همین اتفاق اینجا میفته، من هر پدیده اینجا بذارم اختلاف پتانسیل دو سرش از وی مثبت به وی منفی کم میشه، مثلا از 12 ولت میشه 0 ولت. من به این پدیده میگم افت پتانسیل، یعنی پتانسیل کم میشه. این که این افت پتانسیل چقدرشو که میدونیم، 12 ولت اگر این بازی که من 12 ولتی باشه، اما این که چرا پدید میاد، بعد این جریان چه رابطه‌ای داره با این جسمی که من اینجا میذارم، یا این جریان چه رابطه‌ای داره با این باتری که اینجا میذارم، و کلن پدیده جریان رو تحلیل بکنیم در چنین شکلی، مباحثیه که من در جلسه بعد میخوام ادامه بدم، چون این ویدیو همین الان مندوزه کافی هم طولانی شد. اما در از این ویدیو شما چیزهایی که باید یاد بگیرید اینه که اولا اندازه جریان هست دلتا کیو به دلتا تی، واحدش هست آمپر، این اندازه جریانه، و جهت جریان خلاف جهت حرکت قراردادی الکترون هست. و اگر من دو سر یک باتری رو با سیم به یک قطعه، هر چیزی میتونه باشه، میتونه مبل هم باشه، میتونه لامپ هم باشه، میتونه مقاومت باشه، هر چیزی وصل بکنم، یک جریانی در اون پدید میاد، جریان الکترون ها که به صورت سوری ما میگیم جریان بارهای مثبت در اون پدید میاد. و در جلسه بعد خواهیم دید که این جریان چه رابطه ای با باتری و این قطعه ای که اینجا میگذاریم خواهد داشت. تا جلسه بعد، خداحافظ.